ایران تنگستانی فصل چهارم در دلوار چه خبر است شبی تاریک و بیم آور است صدای امواج خلیج فارس با قرش توپ و و هیاهوی ساکنین دلوار تو ام شده زهره شیر نر را میشه کافت به طور دائم و بلا انقطاع نورفگن های کشتی جنگی دشمن تلهای ریگ اطراف دلوار را روشن می سازد. هر از چند دقیقه صدای مهی به قررش گلوله توپ بلند شده و گلوله ها با تلها تصادم و مقدار زیادی ریگ و خاک به اطراف پراکنده می کند. در پاسخ هر گلوله ی توپی صدای شلیک مختصری از جانب دلوار بلند و سپس خاموش مطلق حکم فرمایی می ناگهان صدای شلیک توفنگ دلواریان موقوف شده و دیگر جز قرش توپ چیزی شنیده نمی شد. عجب چه واقع شده؟ صدای توفنگ چرا خاموش گشته؟ آیا دلوار را تخلیه کرده و وطن خود را به دست دشمن سپرده اند؟ نه چون این سوء نسبت به دلیران تنگستانی خطای محز است رئیس علی سوگن یاد کرده که تا کشته و به خون آغشته نشود دست از مدافعه نکشد پس چه شده و چرا دیگر صدای توفنگ نمیآید. اجالتا باید ببینم این جنگ و جدال و قررش توپ کشتی های جنگی برای چیست مگر چه شده و در دلوار چه خبر است دولت بریتانیا با چهار کشتی زره بوش و پنج هزار نفر قشون شاکی سلاح با دلوار که ساکنین آن عبارت از رئیس علی و تقریبا یکصد نفر توفنگی سر خصومت و جدال را دارد. مصمم گشته که آنجا را با خاک یکسان و این صد نفر را معدوم و خود را از شر آنها آسوده کند. ساعت چهار از شب گذشته است در روشنایی نورافکن کشتی سپاهی دو هیکل انسانی و دو هیولای بشری برگ یکی از تلهای دلوار دیده میشد که در دست هر یک تفنگی است و یکی از آنها تفنگ را به دست چپ و دوربینی را در دست راست گرفته و به طرف دریا و کشتی ها خیره شده و اعمال کشتی نشینان را می نگرد. ولی یک مرتبه دوربین را از دیده گرفته و گفت خالو حسین تیر ما به هدف مقصود خورد هزارات قایقای زیادی را به آب افکنده و یک ادیه نظامی را از کشتی به قایق انتقال دادن البته قصد آمدن به خشکی و جنگ را از نزدیک دارند. خالو حسین گفت پس ما زود رفته و مهیای کار و مقابله شویم رئیس علی گفت بله باید شتاب کرد و هر دو از محل خود برخواسته از تل سرازیر و پس از طی مسافت کمی به ده دلوار نزدیک شدند ده دلوار یا بندر کوچک دلوار عبارت از 150 خانه گلی و کومه هایی بود که از نی بنیاد شده و فقط خانه کت خدا در آن میان نسبتاً بهتر و دارای حیات و حوض و دو سه اتاقی گلی بود که با گچ سفید شده بود ساعتی پیش که رئیس علی به توفنگچی های خود دستور داده بود شلیک را موقوف دارند تقریبا یکصد نفر تفنگچی مذکور که بعضی جوان بودند و برخی مسن ولی از سیمای همه آثار شجاعت و مردانگی آشکار بود در محوطه جلوی خانه کت خدا جمع شده و با گشاده روی مشغول اصلاح اسلحه و البسه خود بودند. دلواری ها دست از لطیف گویی هم بر نمی داشتن. یکی می گفت این انگلیسی ها چقدر نافهم هستند. هشت ساعت متوالی است که به این مش خاک گلوله می بارن و هیچ فکر نمی کنن که خاک بدبخت چه گناهی کرده که اینطور مورد غضب و حمله آنها واقع شده دیگری کشتی های جنگی دشمن را مخاطب قرار داد و گفت پنج اینها چی کار میکنن از ظهر تا به حال پنج گلوله به هدر دادن هنوز نتوانستن موی از بدن یکی از ما را کم کنند. دیگری همین که صدای گلوله را شنید گفت این کشتی های منحوس تا می توانید گلوله بیندازید اما ما هم به زودی گلوله خواهیم انداخت اما بدانید که گلوله های ما مثل شما به هدر نخواهد رفت او را به سایرین کرد و گفت من نمیدانم چرا خان یک مرتبه ما را از تیراندازی من کرده اگر شما از این کار سر در می آورید بگویید یک نفر جواب داد علت را به ما نگفت ولی من آنچه حد میزنم این است که به وسیله سکوت میخواهد به حضرات برساند که ما از دلوار فرار کرده یا همه کشته شده ایم که آنها پیاده شوند و دمار از روزگارشان در بیاریم. زایر حسن که مشغول اصلاح تفنگ خودش بود گفت دلاوری که میخواهد با صد نفر که هر به ایج جز توفنگ های کهنه و معیوب ندارند با پنج هزار نفر به او را خاده نمیتوان نامید. ما که دسترسی به حضرات نداریم و هرچه گلوله بیندازیم به آنها اصابت نمی کند. پس ناچاریم به هر وسیله که بتوانیم آنان را به خشکی بکشیم آن وقت مردانه با آنها روبرو رو شویم. این بیچاره ها از دور تصور می کنن که عده ما زیاد است و می ترسن که پایین بیایند. خان در حقیقت می خواهد به آنها بفهماند که ما معدودی بیش نیستیم منتها هر یک از ما برای صد نفر آنها کافی است. یکی دیگر فریاد کرد. احمد خان فشنگ من کم است. من در دل خود نیت کرده ام که امشب 20 نفر از حضرات را بکشم در حالی که هجده فشنگ بیشتر ندارم. احمد خان که مخاطب آن شخص بود جواب داد فشنگ کم داریم باید قناعت کرد و با هر دانه فشنگ دو نفر را کش که در آن صورت عده مقتولین از سی و شش نفر خواهند بود و این تقریبا دو برابر نیتت است جوانی که روی سنگی نشسته و به تفنگ خود تکیه داده بود گفت مگر امشب شام نمیخورید دیگری گفت چرا ولی خان و خالو هنوز نیامدهاند خب شاید خان تا نیمه شب هم نیاید من که گرسنه هستم این را گفت و برخاست و به طرف یکی از کومه ها رفت و برگشت در حالی که قدری خورما و دو دانه نان و چند دانه پیاز با خدا ورده بود روی همان سنگی که نشسته بود شروع به خوردن کرد در ضمن لند لند کنان گفت شنیدم انگلیسی ها میخواهند از بوشهر برای تصرف برازجان جان حرکت کنند مردی که طرف راستش نشسته و مشغول فکر کردن بود پاسخ داد. چطور چون این امری ممکن است؟ قزم فرول سلطن زابط براز از وطن دوستان و با حضرات مخالف است و علاوه مگر ما و سایر تنگستانی ها مرده ایم که بگذاریم انگلیسی ها از سفرسنگی بوشهر بالاتر بروند این حرفا چیست که میزنی مگر تو هم مثل حاج محمد حسین جاسوس افتخاری نز کرده ای که حضرات را در انزار بزرگ میکنی جوان از مزاح آمیخته به تهدید پیرمرد گاه گاه خندید در اسنایی که لغمه نان و خرمای بزرگی را در دهان کوچک خود میگذارد گفت خالو علی ما سابقا خیال میکردیم این حضرات از ما بهتران شجاعت و اهمیتی دارند ولی از روزی که آن جنگ کذایی پیش آمد و آن قدر از آنها کشتیم که آجس شدیم بعدشم فهمیدیم که این سفید پوستان متکبر را از خود رازی و اون هندوهای تاریک فلفل خور به فدریک بچه ده ساله خودمان هم قوت و شجاعت ندارن در این موقع کلامی بر زبان پیر مرد جاری شده و ناگهان از توفنگچیان هر کس که نشسته بود برخاست و به حال ادبی ایستادند و عبارت خان آمد تکرار شد. آری خان و خالو حسین بودند که می آمدن تا به نزدیک رفقای خود رسیدند و ایستادند. رئیس علی گفت فرزندانم درست گوش دهید که چه می گویم. به شما گفتم که تیر نیندازید برای اینکه دشمن تصور کند ما دلوار را ترک گفته و رفته این و قشونشان را پیاده کنند تا بتوانیم با آنها دست و پنج نرم کنیم اکنون تدبیر ما سودمند آمده و دشمن به تصور واهی از کشتی به خشکی میآید میبینید که صدای گلوله موقوف شده با دوربین دیدیم عده زیادی که اغلب انگلیسی بودند در قایق نشسته به طرف ما میآیند در این صورت من صلاح می دانم که همه پشت تلها مخفی شوید ولی از یکدیگر دور نشوید. علت اینکه که می گویم مخفی شوید برای این است که اگر حضرات تصور کنند ما فرار کرده این مطمئن شده و عده زیادی را پیاده می کنن و پس از آن ما میتوانیم با آنها شروع به جنگ کنیم و تمام را به دیار عدم رحصه پار سازیم. توفنگچی ها همه با هم گفتند. در انجام فرمان خان اصل و جان حاضریم امیدواریم امشب دمار از روزگارشان در بیاریم رئیس علی گفت گویا هنوز شام نخورده باشید ولی دیگر وقت نداریم هر کدام غذای خود را برداشته و در امکنه مخفیی صرف کنید خالو حسین را با شما میگذارم همین که حضرات در مکان واحد اجتماع کردند و خالو دستور شلیک داد می توانید به انگلیسی ها شلیک کنید حتی مقدور تیر به جانب هندی های بیگناه نیندازید مخصوصا صاحب انگلیسی های آنها باید کشته شود و آرزوی فتح دلوار را با خود به گور ببرد بروید فرزندان هم منم می روم ببینم ارباب های خدید و محسن و خان بهادر و خان های صاحب بوشهر قولت چه استن رئیس علی توصیه خود را به پایان رسانید و دوربین در دست رو به ساحل دریا گذارد بر روی تلی نشسته با دوربین نگاه کرد و به خود می گفت خب پیاده شدن اده آنها تخمینا دویست و پنجاه نفر از تماما انگلیسی هستند بهتر تا که باید بر خلاف میل قلبی خود هندی های بی پناه را که از روی جبر و ستم به جنگ آمده به خاک هلاکت اندازیم حقیقتا این اروپایی مردمان جابر و ستمگاری هستند جز اینکه در صنایه و ساختن آلات قتال از ما پیش افتاده دیگر مزیتی ندارند عجبان که آنها ما را وحشی می پندارن که اخلاق و رفتار خودشان از وحشی های آفریقا هم به مراتب بدتر است رئیس علی قرق در افکار بود در زم دوربین را در دستاش و دور را نگاه می میدید که این اتگه دیویست و پنجاه نفری که پیاده شده اند در تحت فرماندهی یک نفر صاحب منصب انگلیسی با کمال و نظم و ترتیب و احتیاط شلی کنان به دلوار نزدیک می شوند. رئیس علی خود را مخفی کرده و مراقب بود که صاحب منصب چون دید در دلوار و اطراف آن متنفسی نیست و به شلیک های متوالی او جوابی داده نمی شود به یک اشاره شلیک را موقوف کرده و به آرامی به طرف خانه های دلوار پیش رفت. رئیس علی موقع را برای ملحق شدن به رفقا مناسب دید و در حالی که خود را با احتیاط کافی از انظار دشمنان پنهان می کرد به جانب دوستان رفت. صاحب منصب انگلیسی درجه سلطانی داشت نزدیک اولین کومه ایستاد و نظری به درون آن انداخت پیرزنی از کومه سر به در آورد و با تشدد گفت چه میخواهید؟ سلطان گفت رئیس علی و توفنچیان او را می خواهیم. پیرزن گفت میبینید که اینجا کسی نیست. سلطان گفت شما میدانید کجا رفته اند؟ پیر زن گفت نه از امروز صبح که شما شروع به تیراندازی کردید دلوار را تخلیه کرده و رفتند سلطان انگلیسی سری تکان داد و زیر لب گفت احتمالا به اهرم رفته و با خز خان و شیخ حسن خان میخواهند ملحق شوند مجبورم دیگه متنابعی را پیاده کرده و از نقاط لازم عکس بردارم این را گفت و سپس یک نفر صاحب منصب هندی را طلبید و اده ای را به او سپرد و خیشتند با چند نفر هندی در قایق نشسته و به کشتی رفت. جنرال در کشتی موسوم به لارنس بود به همین خاطر سلطان بدان کشی رفت و خدمت جنرال رسید و گفت حضرت جنرال با اده خود به ساحل رفتم بر حسب ظاهر از رئیس علی و دار و دستش اثری نیست و احتمالا به اهرم رفته اند. ولی من مطمئن نیستم و می ترسم که خود اکرده و در حوالی دلوار مخفی شده باشند چون تعداد آنها را نمی دانم و می دانید که همه شجاعت پیشه و از جان گذشته هستند لابد بایستی برای مقابله با آنها قشون کافی پیاده کنم که اشکالی پیش نیاید جنرال سخنان سلطان را گوش داد و گفت از یک نفر صاحب منصب انگلیسی اظهار ترس و بیم از یک دست وحشیان آسیایی پسندیده نیست گمان نمی کنم این وحشیان از پانصد نفر تجاوز کند پس شما هم یک عده پانصد نفری که نصف افراد انگلیسی و نصف دیگر هندی باشند با خود ببرید البته چون از حیث اسلحه و نظم و ترتیب شما بر آنها تفوق دارید منتظرم که به زودی خبر قتل همگی و رفع شر آنها را به من برسانید سلطان گفت اگر حضرت جنرال درباره این ملت وطن دوست و شجاع کلمه وحشی استعمال می‌فرمایند مختار هستند ولی به عقیده من مردمانی غیرتمند و با شرف و در دوستی و محبت ثابت قدم هستند سلطان در ادامه صحبت شعف زود. اما راجب به آنها باید درس کنم که من نمیدانم شاید از 500 نفر کمتر باشند یا شاید هم بیشتر باشند درباره شهامت و دلیری آنان نیز همین قدر بس که در جنگ گذشته بعد از شکستی که به ما وارد آوردند و به بوشهر فرار کردیم همین که حضرت عالی شنیدید مکرر از آنها تمجید فرمودید مگر نه چند روز قبل شخصا دیدید که چند نفر از نظامیان ما از ترس طرف شدن با اینها خودداری کردن پس چگونه میفرمایید که با پانصد نفر پیاده شوید و به آنها مقابله کنید اگرچه اطاعت فرمان حضرت عالی بر من واجب است اما چون حضرت جنرال تا کنون در میدان جنگ حاضر نشده اید و از شهامت و دلاوری آنها اطلاع کافی ندارید ناچارم توضیحات لازمه را داده باشم که به موقع خود مسئول پیشامت های غیر مترقبه نشوم جنرال بعد از شنیدن این کلمات غضبناک شد ولی فورا قیز خود را فرونشانید و گفت آه بسیار خوب البته شما که سومین بار است با آنها طرف محاربه میشوید از غذا یا اطلاع کافی دارید و آنها را نیکو میشناسید از شما با یک هزار نفر که دویست و پنجاه نفر انگلیسی و بقیه هندی باشند بروید سلطان سلام نظامی داد و برای اجرای دستور جنرال به کشتی دیگری رفت بعد از نیم ساعت یک عده 250 نفری نظامی هندی و خود سلطان در 24 قایق نشسته و چند دقیقه بعد به ساحل رسیده و پیاده شدند. سلطان با عده خود در دلوار به سایرین ملحق شده و صاحب منصب هندی را با 12 نفر برای آوردن بقیه قشون و تکمیل هزار نفری به کشتی فرستاد. سپس خودش با نظامیان در اطراف کومه ها گردش کرده و برای اشتغال خاطر دختری را که سن او در حدود دوازده سال بود مخاطب قرار داد و گفت شما از صدای توب نمی ترسید؟ دختر گفت برای چه بترسم گلوله که به ما نمی رسد؟ سلطان گفت هیچ تا به حال گلوله نزدیک شما به زمین نیامده آن دختر گفت چرا نزدیک غروب دوتا آمد و اینجا با دست به نقطه اشاره کرد بر روی زمین خورد اما من نترسیدم به مادرم گفتم او کمی ترسید سلطان گفت شاید از این به بعد گلول زیادتر شود و شما زیاد شوید چرا از دلوار بیرون نمی روید دختر گفت از دلوار برای چه برویم اینجا وطن ماسخان خان گفته از از اینجا خارج نشوید شما چرا گلوله می اندازید؟ سلطان گفت خانه شما به ما اذیت کرده مجبوریم که گلوله بیاندازیم. دختر گفت خان به شما اذیت نکرده او آدم خوبی است به هیچ کس بدی نکرده و صدمه نزده است دختر در ادامه افزود خان همیشه به خانه ما میآید با مادر من حرف میزند. یک هفته پیش به مادرم می گفت فرنگی ها ما را اذیت می کنند بوشه را که مال ما بوده از گرفته اند. حالا هم خیال دارند برازان و دلوال و اهرم را بگیرند. اما من و زائر خس خان و شیخ حسین خان و قزم فرول سلطنه نمی گذاریم این کارها را انجام دهند با آنها میجنگیم تا کشته شویم. سلطان با خود گفت ایرانی ها عجب مردمان هوشیاری هستند دختر خورسال دهستانی آنها چه چیزی میداند و چه مطالب مهمی اظهار می کند سپس رو به دختر کرد و گفت مادرت چه جواب داد دختر گفت هیچ مادرم گفت البته نباید بگذارید که هزارات پیشرفت کنند شما کمتر از احمد خان نیستید که شست سال قبل با آنها جنگید و داد مردانگی داد تا کشته شد سلطان گفت بسیار خوب حال میدانی خان و تفنگچیانش کجا رفته اند دختر گفت خان تا یک ساعت قبل اینجا بود حالا هم باید همینجا باشد سلطان با وحشت فوق ای گفت چطور گفتی که خان و تفنگچی اینجا هستند من شنیدم که به اهرم رفته اند دختر گفت خدا نکند خان از دلوار برود من او را خیلی دوست دارم با پدرم رفیق بوده اگر خان از اینجا برود شما ما را اذیت می کنید. سلطان گفت دختر جان ما تا مجبور نشویم زن و بچه ها را آزار نمی رسانیم. اسم تو چیست؟ به نظرم بچه یه هوشیاری هستی. دختر گفت اسمم سکو است. سلطان گفت بسیار خوب این را بگیر و بده به مادرت برایت لباس بخرد. دختر دستش را دراز کرد و پول زردی را که صاحب منصب به او داده بود گرفت. دوان دوان نزد مادر خود رفت ولی طولی نکشید که برگشته لیره را به سلطان پس داد و با حسرت گفت